آمدم کمی با هم گپ بزنیم. من گپهایم را در آستان پر از مهر و محبتتان زدم. قبول دارم. من کمی از کوره در رفتم. کمی از کوره در رفتی؟ انصافت رو شکر. تو که هرچی فحش و فضیحت بود بارم کردی. حالا هم در برابر چشم و گوش جاریه؟ آخ چه زبانت لال شود مختار. بدانی عاشق را در برابر معشوق حقیر کردن چه شکنجه مرگ‌آوری است. وقتی به توانی گریه کنی یعنی هنوز اندک غیرتی برایت باقی مانده. پس می توانی مثل دو مرد با هم صحبت کنی. خوب گوشهایت را باز کن عمر. من امشب می توانم به جرم همه سرهایی که زیر آب کرده ای برایت پاپوش بدوزم و عزرائیل جانت شوم. و هم می توانم نزد حاکم مدائن رفته بگویم که تو در گنداب این سیاه چال روح پلید و بیمارت را در آینه دیده ای و استغفار نموده ای و به ریز و درشت معاصیت اقرار نموده و به معرفتی ملکوتی نائل گشته ای و چه و چه و چه و چه. حال انتخاب با توست. چه کنم؟ سعی نکن چهره مردان صبور و خون سرد را نشان دهی. از من چه میخوایی؟ به چه نیتی به کوشک آمدی و چطور آمدی؟ دست پایم رو باز کن تا راحت حرف بزنیم. زنجیر را به دست و پایت بستند نه به زبانت. حرف نزنم که
پسر منصور نعلبند را هم بندت میکنم و به گورکن سفارش یک گور پتاپن میدم. چطور است؟ پسر منصور نعلبند چه صیغه ایست؟ اهل ذمه فراموشکارند. با این ظلم های بیشمار که تو کرده ای باید هم به یادت نیاید. پسر منصور نعلبند برادر دخترک اقفال شده منصور نعلبند است که خودش را حلق‌آویز کرد. مردک دستش به تو نمی رسید، خرمنهایت را به آتش کشید. اجالتاً به جرم آتش زدن خرمنها زندانی است، اما داغ دلش هنوز تازه 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 است و خدا خدا می کند لحظه ای عمر سعد را زیارت کند. متوجه که شدی؟ پسر منصور نعلبند تو را می کشد و با سربلندی و غرور قتلت را به گردن می گیرد و پسر سعد ابی وقاص سردار فاتح ایران با یک اتهام ناموسی دار فانی را وداع می کند و فاتح. خب نظرت چیست؟ عجب حق بازی هستی؟ بسیار خوب، تو بردی. معاویه حق دارد از تو عمو جانت بترسد. حمایت شما از پسر علی کارش را دشوار کرده. حتما تو را فرستاده تا کار دشوارش را آسان کنی. یه تهمت احمقانه است. من خیالاتی داشتم ولی فرستاده معاویه نبودم. نه خیر، تو ظاهرا زبان خوش سرت نمی شود. اقرار تو ممکن است برای عمویم که سیاست نداره کهنه‌کاریست منفعتی داشته باشد، اما برای من وقت تلف کردن است. فرصت مناسبی است تا برای همیشه از شر تو و مزاحمت‌هایت خلاص شوم. من فرستاده معاویه بودم. به کشکا بادم تا پسر علی را بکشم. خوب شد، تو همین حالا میخواهی؟ این که اقراریست مسحک. تو یکه و تنها به کشک آمدی تا پسر علی را که در حصار فوجی از مراقبین و محافظین است بکشی؟ باید مغز خر خورده باشی تا شون خیال خامی به سرت بزنند. لعنت خدا بر شیطان. چرا بر شیطان؟ بر تو که دست شیطان دست پشت بسته ای. مختار، من از طرف معاویه به کشک نیامدم. باور نمی کنی؟ برو با پسر منصور دربندت، هر غلطی دلت می خواهد بکن. من به کوشک آمدم تا قلب کوشک سفید یعنی تو را، یعنی مختار کل شق را که سودای پادشاهی عراق عرب را در سر دارد راضی کنم تا دست از دامن پارپوره پسر علی بردارد و فرصت را از کف ندهد. معاویه دخترش را در قبال پسر علی وعده کرده. مختار، داماد معاویه شدن یعنی پادشاهی عراق. اما تو اون بره برون مسخرت همه امیدها رو به یک مبدل کردی. این وسط به تو چه میرسید؟ خیلی چیزا، کمترینش جاریه. هنوز هم دیر نشده مختار. به خدا قسم مخافمت تو و عمو جانت بیفایده است. معاویه بنا دارد به مدائن هم بکند، کسی هم جلو دارش نیست. عراقی ها میدان رو خالی کردند. من که میدانم تو از بچگی رویای شیرینت پادشاهی بر عراق بوده. تا کی میخوایی خود رو با زمین و گاواهن و ورزا مشغول کنی؟ تو 40 ساله شده این مختار. امروز نتونی، فردا خیلی دیر است. بیا تا کسی پیش قدم نشده حسن رو تحویل معاویه بدهیم. ما که نمیخواییم اون رو بکشیم، معاویه هم اون رو نمیکشند. من حتم دارم معاویه به خاطر فریب عوام و ناز هم که باشد دستش رو به خون پسر پیامبر آغشته نمی کند. تازه من میتوانم از معاویه برای حسن همان نامه بگیرم. من دارم از تو برای همین از که همون دوران بچگی از تو متنفر بودم. تو همیشه خودت را عقل کل میدیدی و مرا احمق. خیال میکنی این مزخرفات به عقل خودم نمیرسد؟ چیکار داری؟ دستم را باز کن تا نشانت دهم که خیلی پر بادی. چه شب شومی، همش صدای جغد میشنوم. میترسم ناریه،
میترسم عمر زیر شکنجه طاقت نیاورد و همه چیز را لو بدهد. چه فتنه ای در سر داشتی فرپریده؟ عمر قرار است چه چیزی را لو بدهد؟ وای خدا، مختار بفهمد چه دسیسه ای کرده این گیسه من را میتراشد، سرمان را گوش تا گوش میبرد. چه دسیسه ای جاریه؟ چرا هول برت داشته؟ طوری حرف میزنی که مرا هم میترسانی؟ زبان به چرخان خیره سر، چه رازی بین تو عمر هست که من میخبرم؟ هاشا و کلا، چه رازی ناریه جان؟ هرچه بوده تو میدانی. پس چرا مضطربی؟ نشنیدی عمر را متهم کردن که مأمور معاویه است و برای جاسوسی به کوشک آمده؟ گیرم که اینطور باشد، به من و تو چه؟ چه کسی به او کمک کرده تا داخل کوشک شود؟ ناریه، زن برادر عزیز من، همسر نازنین مختار، تو با لباس غلامانه‌ات او را به داخل کوشک آورده ای؟ دامن پاک مرا آلوده نکن مارمولک، کف دستم را بون نکرده بودم که عمر برای جاسوسی می آید، خیال می کردم به طلب تو می آید. خدا طالعم را بسوزاند، آمدم ثواب کنم، کباب شدم، حالا چه خاک و خاکستری به سر کنم؟ سر منصور نهبند است. خب جناب هارون ابن منصور، که قرار بود پسر سعد را بکشی. حضرت عجل، نصف شبی مرا بیدار کرده اید و نکیر و منکر میپرسید؟ ما شنیده بودیم مدائن حاکم عادلی دارد که مثل سلمان فارسی حکومت میکند، گرگ و میشش یک آبشخور دارند و حق مظلومی پایمال نمیشود. بی مبالغه درست شنیدی. پس چرا این وقت شب به من جفا میکنید؟ جوابم را بدهی حکمت این مزاحمت بی وقت را میفهمی. من نمیخواستم عمر سعد را بکشم، میخواستم ارض و ناموسش را غارت کنم. یک روز از عمرم باقی باشد این کار را میکنم، بیسیرتش میکنم. بعدش هم عدالت با من هرچه کرد کرد، باک ندارم، دارم بزنن یا قطع عضوم بکنن. شاید امشب به آرزویت برسی جان من. شاید پشت در باش تا صدایت کنم. مختار، کنی در را بینداز. چه فرمودی؟ کنی در را بینداز، حق باز مچه صدایم را بشناسد و حار شود. ندیدی مشکوک نگاه هم میکرد؟ مختار جان، تو در هوش و درایت بر همه افسری، به عالم آدم و جنیان سری. به چه چیز باید اقرار کنم جناب سلطان هوش؟ چطور و با کمک چه کسی وارد کوشک شدی؟ سلیم کوره را میشناسی؟ همون پاینداز دوران جوانی و جاهلی و بلوغ من. داخل شدن به این کوشک راحت تر از مشرف شدن به منظر سلیم کوره است. بی خود حاشیه نرو، تو همدستان قسم خورده ای داری که سرشان در آخر این کوشک بند است. نام تک تکشان را میخواهم. یعنی ممکن است به عشقش وفا نکنند؟ تو را بفروشد یعنی مرا فروخته. مختاری که من میشناسم از سنگ حرف میکشد. کاش به این ایرانی بدقدم اهانت نمیکردیم، کاش با او مهربان تر بودیم. تندی ما با کیان مختار را شوراند؟ مختار خشمی و زخمی نمی شد، کارش با عمر به آشوب نمی کشید. حاشا کن، بگو لباس غلام را دزدیده، بگو غلام را خریده. چطور حاشا کنم وقتی عمر اقرار کند؟ بگو عمر افترا بسته، بگو عمر عشق خود را اسیر دست مختار دیده، خواسته با دسیسه ای عشق مختار را پرپر کند.
مختار عاشق توست، باور میکند. غرورش را زخمی کرده باشیم، عشقش را سر میبرد. قرامت عشق تو را هم من باید بپردازم. خدایا به دادم برس. یک خمره مرکب و چند صد زر پوست بیاور تا به توانی نام همدستانم را سیاهی کنی. خودم کشک سفید از دم منهای تو هم جانت مضاف بر خیلی سرداران دور و نزدیک پسر علی از همدستان حقیرند. البته من به ابتکار خودم داخل کش شدم. فاید از البسه زنانه و انده کشم و ناز در راه رفتن. در حکومت علی و فرماندارانش شرعن جایزیست مردان زنان را تفتیش کنند. خب من هم از همین درد بارد شدم. حتی در وزمان سریع هم به نشانه ادب خم کرد. قانع شدی یا باز هم دلیل برهان میخواهی؟ چون این مکر کثیفی فقط از یک بیغیرت نامرد مثل تو برمی آید. نام مرد بر تو مایه شرمساری مردان مرد است. خب بنت سعد، سرخاب و سفیداب بر گونه هایت نمی بینم. همچون رقاصه ها خودت را بزک کنی و با همان سلیم کوره اشرت کده ای دایر کنی، ثروتی هنگفت به چنگ می آوری. این کار برای تو خیلی مناسب تر است تا در یوزگی بر آستان اوموی. به قول خودت این هم ریسمانیست که عشق به گردن مفکنده. قبول دارم غم‌انگیز است. عشق از شیر در میدان موش در سوراخ می سازد مختار. من هرچی کردم به خاطر جاریه کردم. مرد باش و رازم رو به جاریه نگو. جاریه از امشب برای من مرده. جاریه برای تو مرده. برای خودش پرنده آزادی است که قفس اسارت مختار را شکسته و برکشید. خدا را چه دیدی؟ شاید من به تیر عشق شکارش کردم. بر همین خیال باش. باز کدام معمایت لاین حل مانده؟ تو که هرچه میخواستی شنیدی. حرفای تو به درد عمویم میخورد تا منبر سیاس پخته تری باشد و به دشمنانش اجازه ندهد از باب شهر به او حمله کنند. اما من و تو حسابهای من هنوز با هم تصفیه نشده. برای تو حسابی با هم نداریم. پدر من و پدر تو دو سردار فاتح ایران بودند. به خدا قسم روحشان در گور میلرزد وقتی من و تو مقابل هم ایستاده ایم و تشنه به خون همیم. این چه دشمنی کوریست مختار؟ حمایت تو از پسر علی چیزی را عوض نمی کند. حسن پسر همان عدالتی است که معتقد است فرماندارانش باید همیشه در دسترس رعیت باشند. عدالتی که به مردم متکی است. اعتماد به مردم نتیجهش همین می شود که خلیفه‌اش را می بینی. به خیمه‌اش می ریزن، غارتش می کنن، خطابه‌اش را می شکنن، سردارانش را می خرن. بعد هم قصد جانش می کنند. تو خیال می کنی من چرا سنگ‌هایم را با این جماعت واکن؟ بنی امیه و بنی هاشم که از یک پشت و یک تبارند. بماند که تو و عمو جانت تافته جدا بافته ای هستید. من یقین دارم فردا که حسن از بستر برخیزد شما را بابت رفتارهای ظالمانه مؤاخذه کند. چرا زوری بی خود میزنی مختار؟ من که میدارم تو تهی دلت حداقل در این یک مورد با من هم عقیده ای. بی خود نیات دل بیمارت را به من نسبت نده. من خلقیات تو را خوب میشناسم. مکتب خانم مشق جنگ یادت رفته؟ همیشه ملای من توصیه میکرد بچه ها هر وقت مختار خواست فرمانده باشد قبول کنید. او برای فرمان بردن خلق نشده. تو همیشه با من سر جنگ داشتی. از من بدت میامد. یک بار دندانم را شکستی. یک بار موش پایم را از جا بدر کردی. یک بار رستی بود گردنم را بشکنی. چرا؟ برای اینکه در چشمان بابا غوری گرفتت بلند پروازی و جاه طلبی می دیدم. غرور و جاه طلبی تو کمتر از من است. من تو به رویاها و آرزوهای هم می مانیم. به همین دلیل از تو متنفرم. کجا عبوزده؟ لاغر دستانم رو باز کن کل خر. روح ناکام مختار سر ابو عبید ثقفی فاتحه.
به در لگت نزد. دیدی ناریه جان، دهان عمر قفلی دارد که کلیدش جادوی نگاه جاریه است. مختار. بله. شام نمیخوری؟ سر شب به قدر کافی از دست پخته تا میل کردیم. از دست جاریه ناراحتی؟ جاریه از امشب در این خانه یک غریبه است. رفتار امشبش با کیان یعنی انکار قوم و خویشیش با من. جاریه هنوز بچه است مختار. ناریه، زین پس نمیخواهم نامش را بشنوم، حتی از زبان تو. زربی کجاست؟ نزدیک خروس خان است، حتما خوابیده. بیدارش کن، کوفتم مجتمع میخواهم. نذر کردم امشب به خیر و خوشی سحر شود گوسفندی قربانی کنم. خرافاتی. کفکت خروس میخواند ور پریده. بدانی چه جگری از من خون شد؟ برای تو که بد نشد. مختار با زبان بی زبانی تو را به مراد دلت رساند. از امشب بی ترس از مختار میتوانی به عمر جانت فکر کنی. عمر را آزاد می کند. شاید. مختار وقتی کوفته است که بازنده میدانی باشد. غلط نکنم بازی امشب را عمر برده. تو شکارچی و شیر و پلنگی، حیف نیست به شکار شغال بروی. این جماعت مشتی شغال گرن که تا خری ار نکرده او میکنن. به خداوندی خدا قسم، قوقای عده خر و شغال در تاریکی مشتبه پسر علی شیر خدا را زمین گیر کرده. تو هم بروی زخم بر میداری. به هیکلت زخم نتوانن بزنن، بر دلت میزنن. سر شب که تو با عمر سعد جنگت شد، من به دستور بانو رفتم عمو رو خبر کنم که قنبر را دیدم. بدانی با چه سوزی از دل خونین امام مشتبه حرف میزد و عشق میریخت. دلم میخواست کنارش بشینم و شکم سیر عشق بریزم. قنبر؟ کدام قنبر؟ قنبر غلام علی. قنبر در مدائن چه میکند؟ همراه بانو جهده آمده. جهده؟ بلیا، همسر امام مجتبی. جهده دختر اشعث ابن قیس کندی؟ بلیا، آمدن امام مجتبی را ببینن. قبول. موی از خرس کندن قنیمت است. یعنی ما خرس هستیم حضرت والی؟ در مثل مناقشه نیست سلطان سخاوت. یک خروار آرد گندم و یک خروار جو به نظر دریادلی چون شما یک تار موست. اجازه می دهید این تار مو را از زکات غله سال آتی کسر کنیم؟ به حساب دیون دولتیتان سیاهه می کنم. دیون شرعی را که پیشخور نمی کنند مومن. هنوز بیداریدم جان. داشتیم با حضرات چانه می زدیم که مقداری آذوقه برای لشکریان سابات فراهم کنیم. تو چه کردی جانم؟ پسر سعد چیزی اعتراف کرد؟ بله، در لباس یک زن وارد کوشک شده. یا للاچه، چه حیوانات رسلی. واجب شد تا زنانی هم بر دروازه ها بگماریم که زنان را تفتیش کنند. شنیدم همسر امام به کوشک آمدند.
بله، بانو جهده آمدند. بانوی صالحه و دلسوزیست، سختی راه را به جان خریده و خود را به امام رسانده که تیمارش کند. از بابتی خیالم کمی آسوده شد. باید از بیت امام یکی بر بالینشان می بود. می توانم با ایشان ملاقات کنم؟ کی؟ همان الان. این وقت شب چه لزومی دارد مختار؟ اشعث ابن قیس، پدر بانو جهده و عمر ابن سعد با هم رفاقتی دیری ندارند. هر دو از افراد مورد وثوق ماویند. امکان دارد بین آمدن بانو جهده به کوشک سفید و آمدن عمر سعد ارتباطی باشد. استغفار کن مختار، بدبینی زیاده از حد جایز نیست. جهده همسر امام است، راه او از راه پدرش جداست. امو جان، من خودم از همین بانوان صالحه و دلسوز یکی در خانه دارم، دخت سمورت ابن جندب. بعضی اوقات خلق و خوی جاهلانش دیوانه هم میکند. باید مراقب دوستی خرس خاله ها باشیم. این وقت شب چه دلیلی برای ملاقات بتراشم؟ وقتی آمد بسیار خسته و درمانده بود، شاید از سایه خوابیده باشد. بو ببرد به او مضمونی چه؟ من که نمیخواهم از بانو جهده در مقام متهم بازجویی کنم. باید طوری حرف زد که بانو جهده ما را محرم اسرار بداند و سنگ زبور خیش. او درد دل کند، من سر مگو را خواهم فهمید. حداقل تا نماز صبح صبر کن. بسیار خوب، چاره‌ای نیست، صبر میکنم. پس مختار ثقفی شما هستید؟ بله بانو، مفتخرم که بانو اذن دخول دادند و بنده را به حضور پذیرفتند. به کوشک سفید مدائن خوش آمدید. خوش آمدم. خوش آمدن و خوش بودن در دیار بیخردان و نامردمان بهایی معادل جان دارد. آخرین باری که مجتبی را دیدم عرض کردم خوش آمدی سبت پیامبر، خوش باشی. مجتبی لبخندی زد و فرمود: خیرت قبول جهده که برایم آرزوی مرگ می کنی. کنایه عجیبیست. مرا به یاد فست و ربلکعبه علی انداخت. کسی که به عالم ملکوت نظر دارد، عالم ناسوت در نظرش حقیر است و ناچیز. حلقه فرشتگان آسمانی کجا و حلقه دیوان و ددان زمینی کجا؟ از جناب فرماندار شنیدم برای امر مهمی به دیدنم میایی. بگوشیم مختار. توفیق اجباری شد که در حوادث اخیر امنیت شهر مدائن و حراست از جان امام به بنده حقیر سپرده شد. چه کسی شما را مجبور کرده؟ عمویم. جناب فرماندار، وقتی امام را مدهوش و مجروح به کوشک سفید آوردند، فرماندار مرا احضار کرده فرمودند نسل آدمیان معتمد را ملخ زده. من هم ناگزیر شدم لبیک بگویم. کسی که جبران بر مسندی می نشیند میلی به حفظ آن ندارد. کسی که با اکراه خدمت می کند بعید نیست در انجام وظیفه قصور کند. حراست از جان پسر پیامبر تکلیف مردمانی است که با ذوق و شوق و از جان و دل با خدا معامله می کنند. بلیغ و فصیح سخن می کنید بانو. دلیل اکراه هم ترس از شیطان درون است. نمیخواهم نامم در ردیف مردانی سیاه شود که با ذوق و شوق میآیند تا جان را سرمایه کسب و کار با خدا کنند، اما سر از دکان حضرت ابلیس در میآورند. پیش از اینکه متولی امور امنیتی شوید چه میکردید؟ زراعت بانو. و
بعد از جنگ صفین از کوفه به مدائن کوچ کردم و زراعت پیشه ساختم. با من چی کار داشتید جناب مختار؟ حتما می دانید معاویه برای سر امام 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده کرده. بله، شنیدم. وعده وسوسه انگیزیست. این وعده کار چاکر را چنان دشوار کرده که خواب و خوراک بر من حرام شده. طرفت‌العینی غفلتم شیعیان را به غمی جانسوز مبتلا می کند و آبروی 40 ساله تیره و تبارم تباه می شود. چنانچه بانو قصد ماندن در مدائن را دارند، تقاضا می کنم در انجام این وظیفه خطیر مرا یاری کنند. کور از خداوند و چشم بینا می خواهد جناب مختار. چه باید بکنم؟ خیال کنید حتی حشرات این کاخ ماموران دشمنند. خیال کنید نیش پشه و زنبور و مگس این کوشک آلوده به زهر دشمن است. بدون مشورت با عمویم فرماندار با احدی دیدار نکنید. فقط تعامی را به امام بخورانید که از دست عمویم گرفته باشید. یعنی خطر تا این حد نزدیک شده؟ متاسفانه بله. دیشب یکی از جاسوسان دشمن را که با لباس زنان وارد کوشک شده بود دستگیر کردیم. آدم سرشناس و معتبری است. به طمع وعده معاویه حاضر شده حتی از مردانگی خود بگذرد. شاید او را بشناسید. نامش عمر ابن سعد ابی وقاص است. عمر ابن سعد ابی وقاص؟ بله، پسر سردار جهانگوشای عرب. نفرین بر این چشم تنگان دنیا دوست که شرف و غیرت و مردانگی را کشتند. فکر میکردم عرب دینش را بفروشد، غیرت و غرور جاهلیش را نمیفروشد. ای زاره دل سوختی امین، در دلم دژی بنا کرده بودم از صبر و توکل و امید. تو با این خبر ویرانش کردی. برای حسن یک راه بیشتر نمانده، باید خرقه خلافت را تسلیم معاویه کند. میخواهید چه کنید بانو؟ باید با حسن صحبت کنم، باید مجابش کنم که صلح را قبول کند. معاویه که از کفار قریش بدتر نیست. صلح حدیبیه پیامبر با کفار قریش حکایت امروز حسن است با معاویه. من با به وظیفه عرض میکنم، شتاب نکنید بانو. ضعف ناشی از خونریزی باعث شده امام نتوانند اخبار ناگوار را تحمل کنند. سخن از صلح فرود آوردن ضربتی است به مراتب مهلکتر از ضربت خنجر بن سنان. یکی دو روز تحمل کنید حالشان بهتر شود. خراب شود خانه جهل این جماعت سفله که آرزوهایم را حسرت کردند و قصر رویاهایم را ویران. رهایش کنید، تو را به خدا رهایش کنید. معاویه رحیم تر از آن است که بر نوه زخمی پیامبر تیغ بکشد. به خاطر خدا بیش از این حدیث جنگ در گوشش نخوانید. بر اسبانی تیز رو بنشینید چونان که بر باد سوارید. کمتر بخوابید و بیشتر بتازید. مهلت چندانی نداری. تو به شوشمرو و تو به اهواز و شما دو تن هرچه زودتر خود را به عراق عجم برسانید. بی جواب نیایید. یادتان باشد عهد و ناسی نباید از مقصدتان مطلع شود، حتی عهد و عیالتان. خداوند پشت و پناهتان. اما پهلوان کیان با کاروان آذوقه و علی خود را به لشکر ساوات برسان و شخصا
بر تقسیم جیره نظارت کامل داشته باش که مبادا خدایی نکرده حقی ضایع شود. از اخبار مسرت بخش غافل نشو که روحیه سربازان را آباد می کند. کجایی کیان؟ ابو اسحاق امیر، خیلی پکر است. کاش در این بحبوحه تردیدها و تشکیک ها موضوع من و جاریه را مطرح نمی کردید. ابو اسحاق امروز ابو اسحاق دیروز نیست. برو کیا، نگران ابو اسحاق نباش. ابو اسحاق امروز یقیناً از ابو اسحاق دیروز یک روز بزرگتر و پخته تر شده. بله امیر. بانو جده را دیدی مختار؟ چه عایدت شد جان عمو؟ بگو بیتابم بدانم. مختار، تو هم بهتر است به همان بیل و زمینت تکیه کنی. تو و عمویت نمیتوانید حریف لشکر مور و ملخ شام شوید. شما خودتان را نجات دهید، من شوهرم را نجات خواهم داد. امو جان، ما قافیه را باخته ایم. یعنی چه قافیه را باختیم؟ نوره دیده؟ یعنی اینکه بانو جهده هم مانند عمر سعد سخن می کند. یعنی اینکه مأموریت دارد تا امام را واداره به قبول صلح کند. یعنی امام حتی در بیت خودش هم غریب است و همراه ندارد. کار از دست شده امو جان. شما چه اصرار دارید با شماری قلیل به جنگ لشکریانی بروید که به شماره ری ریزارند و به ثروت خروار خروار طلا و به حیلت لشکریان شیطان؟ سودایی شده ای مختار، هوایی شده ای. بانو جهده جادوگر بوده یا عمر سعد؟ پسر جان، آنها که در بدر و احد و خندق در برابر رسول خدا لشکر آراستند، شمار و ثروت و حیلتشان کم از لشکر شام نبود. بدریون یک به سه بودند در برابر مشرکی. بله یک به سه بودند، اما بودند دل از دنیا کنده و مشتاق مرگ. امروز چه؟ انگوش شماری هاشمیان مانده اند و شما بود گوشهایتان. با شیعان عراق عجم و شوش و اهواز تجهیز قشون میکنیم مختار. امو جان، ما بی خود زور میزنیم. آنهایی که خود را دلسوز پسر پیامبر می دانند برهانی برنده تر از ما دارند. صلح، صلح حدیبیه. من اطمینان دارم امام که از بستر برخیزند واداره به صلحش می کنند. پس تا فرصت هست پیش دستی کنید، با معاویه مصالحه کنید. نه، باور نمی کنم که این سخن را از زبان پسری بشنوم که پدرش با غسل شهادت به میدان می شتافت. از من می خواهی یک عمر ارادتم به علی را وانهم و معاویه را دریابم؟ آن هم در ایامی که پای بر لب گور داره. حیات، حیات، به خدا قسم این حنایی را که بر دستانم میبینی حنای شهادت است. افسوس مختار، تو با این سخنان جگرم را سوزاندی.
دلم خوش بود. شیر پسر برادرم، با شمشیری برم، غریبی قرم، به دلی سرشار از خلوص و ایمان، مرا نزد امام، نزد پسر پیامبرم رو سفید می کند. عمو جان به خدا سوگند بگویید بمیر، کفن می پوشم و در گور می خوابم. اما دلم نمی خواهد کوشک سفید مدفن عمویم شود بدون آنکه از مقاومتش منفعتی برده باشد. باور کنید مقاومت ما تأثیری در سرنوشت جنگ نخواهد داشت. صلح قطعی است. معاویه هم امام را نخواهد کشت. او به خاطر بقای دولتش هم که باشد هرگز خودش را بدنام نمی کند. عجب کشفی کردی. برو مختار، برو. زین پس مرا به شمشیر و تدبیر تو نیازی نیست. خدا بخواهد این بار را یک تنه تا عرش می کشانم. که کرد گره از کار امت باز، مسلمین شدند از جنگ خلاص. معاویه ابن ابی سفیان و حسن ابن علی پیمان صلح بستند. معاویه خلیفه شد و حسن بیعت کرد. ای مردم مدائن به گوش، ای مردم مدائن به هوش، جنگ تمام شد. معاویه ابن ابی سفیان و حسن ابن علی پس از شور مصالحه کردند. حسن خرقه نهاد و معاویه خلیفه شد. هنوز دندان به هم میسایی؟ خلیفه بخشیده، تو نمی بخشی؟ بذل و بخشش خلیفه ما را اسیر کرده و شماها را دلیر. خطر در کمین همه بود رنگ رز یاقی. خدا را شکر که مدائن به قاروره های نفتین و کجدم های ارباز شامی گزیده نشد. حسن با صلحش خدا را خوشحال کرده. نادان، صلح حسن با معاویه عجم کشی بود. دراز گوش. آهسته دیوانه، این سخن اعامره است. این سخن مریدان علی است. من ابو نصیرم کچل، تاجر نخی که تو رنگ میکنی. صلح حسن و معاویه به نفع همه مسلمین بود جز اهامره که ذاتن عرب ستیزند و دمشان را به دم مریدان علی گره زدند تا در پناه عقاید علی دوستانه عرب کشی کنند. بهرام، تو ندانسته زبان این جماعت زیانکار شده ای. من و تو همشهری هستیم و همسایه. هر چه تو رنگ کنی من خریدارم. گره پیشانی باز کن مرد، حیف نیست با هم دشمنی کنی. Thank you.
دروی. بله مولا جان. بیا برخر من کوپ بنشین. بپا مراقب باش. آمدی جنگ جوی پیر پسر آواره. همه چیز تمام شد مختار. تمام آرزوهایم حسرت شدند و دور. چشمان داده اینه دو پیاله خون شدن. به خدا قسم مرگ گواراترم بود. کاش مرده بودم و این همه خفت را نمی دیدم. این که امام پذیرفت سال نامه نبود، نه این نامه بود، نه این نامه بود. عاقبت حضرت ابلیس تو را هم به زانو در آورد. دیو خشم کفرخانت کرده کیان. لگام سرکش احساساتت را بکش. عاقل باش. بیا بیا آدمی بیا سای. مشتبه چاره ای نداشت از پذیرش سوال. دروازه شهادت باز بود مختار. ما میتوانستیم با خونه مان پسر ابو سفیان را رسوا کنیم. تو هم مثل امویم اشتباه میکنی کیان. خودکشی فعلی است حرام. پسر پیامبر مبرا از خطاست، مرتکب فعل حرام نمیشود. من یقین دارم مشتبه میدانست که خونش حقانیت او و دینش را تضمین نمیکند. او یقین داشت با ریخته شدن خونش دشمن رسوا نمیشود. هر زنی به رسوایی معاویه امید داشت هرگز زیر بار این صلح نمی رفت. معاویه چرا رسوا شود؟ نماز نمی خواند؟ روزه اش فوت می شود؟ حجش قضا می شود؟ آشکارا فسق و فجور می کند؟ کدام؟ همین ها برای فریب عوام الناس کافی است. بیا کیان زین پس شمشیرت را غلاف کن و به جایش بیل بردار. خواهی دید با بیل زدن هم میتوان به بهشت رسید. پیمان صلح بین حسن ابن علی علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان بسته شد که به گواهی تاریخ شامل 5 اصل اساسی بود و مهمترین و اولین اصل آن موروثی نبودن حکومت پس از معاویه بود. معاویه طبق این سند معتبر متعهد شد که پس از خود جانشینی برای حکومت بر مسلمین تعیین نکند. کشتی هایت غرق شده گلم؟ دلواپس مختارم خاله. چرا؟
مختار که همه جوره تسلیم شده خاله. هنوز با عمر آشتی نکرده. آشتی نکرده بود راضی نمیشد تو به نکاح عمر درایی. مجبور شد خاله. زنج موره های من و ناریه باعث شد که راضی شود. قلبن از عمر متنفر است. میخواهد سر به تنش نباشد. خطبه عقد را بخوانند، عمر و مختار قوم و خویش میشوند، کینه ها همه میمیرند. به جای اخم چشم خمار کن تا دل و دین عمر را زیر رو کنی. میترسم غرور مختار زخمی شده باشد خاله. مختار غرورش خراش بردارد، خانه خرابمان میکند. مختار وقتی ترسناک است که شمشیر به کف داشته باشد. مختار بیل بردوش آزارش به مرچم نمیرسد. خدا از زبانت بشنود خاله.